سال 1852 بود که مشتری غذاش رو پس فرستاد. همون سیب زمینی غذایی که میگفت خیلی ضخیمه و نمکش هم کمه. اون زمان سرآشپز مجموعه دریاچه ماه توی ایالت نیویورک جورج گرام بود. خیلی عصبانی شد. سیب زمینی رو خیلی نازک برش زد، تو روغن سرخ کرد و کلی نمک بهشون زد. اصلا انتقاد پذیر نبود. خلاصه همون غذای افتضاح رو روی میز مشتری فرستاد. سیب زمینی خشک، نازک، کمی شور. میخواست به مشتری بفهمونه که رئیس کیه، اما انگار مشتری از این سفارش جدید کلی هم راضی بود. دقیقا همینجا بود که معجزه چیپس صورت گرفت. از داستان من خوشتون اومد؟ تاریخچه چیپس رو که گوگل میکنید همش پر از این داستانه. اون سال جورج گرام توی آشپزخونه‌اش چیپس درست کرد، اما مخترع چیپس نبود، بلکه برای اولین بار توی قحطی ایران بین سالهای 1245 تا 1250 بود. تقریبا مردم هیچی برای خوردن نداشتن. اینجا بود که آشپزای دربار تصمیم گرفتن برای خدمه و سربازا سیب زمینی رو برش‌های نازک تقسیم کنن، نمک سود کنند و با بند زیر آفتاب ببندن. و تقریبا میشه گفت دنیا چیپس رو مدیون قحطی اون سال ایرانه. چیپس، خوراکی که حتی صنعت سینمای دنیا هم بهش مدیون و تقریبا پرطرفدارترین اسنک توی دنیاست. خیلی تورت، خیلی خوشمزه. یه حس خوب رو بهت منتقل می‌کنه. اما دلتون بخواد میتونم از بدیاش بگم. غذاهایی که میزان کربوهیدراتشون بالاست، دقیقا مثل سیب زمینی، وقتی تو دمای بالا سرخ میشن، آکریلامید تولید میکنن، یه ماده اسیدی سرطانزا، باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن، بیماریهای عفونی و کلی چیزهای دیگه میشه. یه لحظه همینجا وایسید. دنیا چیپس رو مدیون قحطی اون سال ایرانه. داستان قحطی کلن ساختگی بود. ببینید چقدر ساده میشه راست و دروغ سرهم کرد. اصلا فضای مجازی خاصیتش همینه. تو این فضای مسموم که هر روز کلی اخبار متناقض میشنویم، باید یاد بگیریم که برای هر فکتی دنبال پای اساس محکم باشه. اصلا بیخیال تاریخچه چیپس، باید الان رو بچسبیم. بریم که زوم میشیم رو برندهای داخلی.